سیر تحولات و اقدام های صورت گرفته در کشور فرانسه علیه مسلمانان این کشور نشان می دهد که وضعیت مسلمانان فرانسه روز به روز بدتر و بدتر می شود اخیرا قانونی موسوم به قانون ضد جدای طلبی در فرانسه تصویب شد یک سناتور فرانسوی این قانون را ابزاری برای فشار و حجمه ای سنگین علیه مسلمانان دانست همکارم علی اکبری گزارش می دهد استر بمباسا سناتور فرانسوی در مصاحبه تلویزیونی قانون ضد جدایی طلبی فرانسه را ابزاری علیه مسلمانان دانست و گفت حزب راست جمهوری خواه در تلاش است با تصفیه قوانینی که به مسلمانان حمله می کند آرای راست های افراطی را در راستای آماده سازی حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 بسیج کند وی با بیان اینکه محدودیت ها و محرومیت هایی که مسلمانان در معرض آن هستند و آنچه یهودیان در گذشته با آن مواجه بودند فرقی ندارد تأکید کرد قرب چهره واقعی اسلام در تسامح و پذیرش دیگران را نشناخته است سنای فرانسه عصر روز جمعه به لایه جنجالی موسوم به مبارزه با جدایی طلبی بندی اضافه کرد که بر اساس آن صدور یا تمدید اجازه اقامت برای خارجیانی که سریحند مخالفه اصول جمهوری فرانسه هستند ممنوع است. در ماده اضافه شده به طرح ضد جدایی طلبی پوشش حجاب در مکانهای عمومی برای مادران و دختران زیر 18 سال و لباس پوشیده برای شناگران زن ممنوع است. این لایه با انتقادهای روبروست زیرا مسلمانان را در فرانسه هدف می گیرد و محدودیت هایی را در تمام جوانه به زندگی آنها ایجاد می کند. و در صدد است وانمود کند مشکلات خیلی نادر یک مشکل مزمن جامعه است این لایحه همچنین بیماران را از انتخاب پزشکان بر اساس جنسیت خود منع می کند و با ساز و کاری جدید زمینه ارزیابی و سرکوب دیدگاه های مخالف را فراهم می سازد.